آیا قدرتمندترین بمب سنگر شکن آمریکایی در حمله اسرائیلی ها حریف تاسیسات اتمی ایران میشه یا نه؟ سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان و همراهان همیشگی کانال پارتیزان. خیلی خوش اومدید به یکی دیگه از برنامه‌های ما. مدت هاست که بحث حمله ارتش آمریکا و ناتو و یا حتی ارتش اسرائیل به زیرساخت‌های انرژی هسته‌ای کشورمون مطرحه و در این بین حرفای زیادی در رابطه با این موضوع در فضای مجازی شنیده میشه. این حرفا و بحث‌های منتشر شده در فضای مجازی جدا از اقراق‌های انجام شده حاوی نکات فنی که جذابی هم هستش. به طور مثال بیشترین بحث انجام شده در فضای مجازی راجع به بمب‌های سنگرشکن موجود در ساختار رزمی این ارتش‌های یاد شده است که ما قصد داریم امروز به معرفی و بررسی یکی از برجسته‌ترین این موارد بپردازیم. برنامه امروز ما به سه بخش تقسیم میشه. در بخش اول به معرفی و بررسی این بمب می‌پردازیم و در بخش دوم هم به تحلیل کارهایی که اون بر علیه اهداف استراتژیک موجود در کشورمون میپردازیم و در نهایت در بخش پایانی هم در مورد چالش‌های پرتاب این بمب بر علیه اهداف مد نظر صحبت میکنیم. پس برای آگاهی از تمامی این قسمت‌ها تا پایان کار با ما همراه باشید و با لایک و کامنت و سابسکرایب از تیم ما حمایت کنید و به ما انرژی بدید. خب حالا بریم سراغ بخش اصلی برنامه امروز. بمب‌های سنگرشکن GBU-57MOP یکی از بمب‌های سنگین و سنگرشکن ساخته شده برای ارتش آمریکاست که میتونه بر علیه اهداف زیرزمینی و تقویت شده به کارگیری بشه و به خاطر سطح تخریب گسترده خودش توانایی نابودی اهداف استراتژیک و زیرزمینی رو داره. این بمب از بمب‌های مثل GBU-37 و GBU-28 بسیار سنگین‌تره و حتی وزن بیشتری از بمب مشهور GBU-43 MOAB یا همون مادر تمام بمب ها داره. بمب سنگرشکن GBU-57 به شکل ساختار مرسوم طراحی شده و برای حفظ تعادل خودش به دون و بالک هم مجهزه. 4 بالک ثابت هم در میانه بدنه و 4 بالک انتهایی هم کار هدایت و اصلاح مسیر رو برای این بمب انجام میدن. هرچند بمب از سیستم هدایت مبتنی بر GPS استفاده میکنه و دقت فوق‌العاده مناسبی در برخورد داره، بمب GBU-57 بیش از 6 متر طول و بیش از 80 سانتی متر قطر داره که با این ابعاد داره یه وزن بیشینه 13600 کیلوگرم هستش و با این وزن گفته شده بمب GBU-57 بزرگترین بمب غیر هسته‌ای در خدمت ارتش‌های جهان محسوب میشه و از بمب‌های مثل GBU-43B با لقب مادر تمام بمب‌ها به وزن 9.5 تن ساخت آمریکا و یا بمب روسی ATBIP با لقب پدر تمام بمب‌ها به وزن حدوداً 10 تن بسیار سنگین‌تر محسوب میشه، در حالی که هر دو نوع بمب یاد شده یعنی نمونه روسی و نمونه آمریکایی از کلاهک‌های ترموباریک بهره می‌برند و به جای نفوذ در زمین و حمله به شکل سنگرشکن برای ایجاد انفجارهای بزرگ طراحی شدند. این بمب برای ایجاد تخریب اهداف استراتژیک در عمق زمین اما طراحی و ساخته شده. در ساختار بمب GBU-57 یه سر جنگی به وزن 2700 کیلوگرم کارگزاری شده که با مکانیزم انفجار تأخیری بعد از نفوذ در عمق خاک منفجر میشه. برای رسیدن به مکانیزم انفجار تأخیری در عمق خاک هدف، طراحی این بمب با بدنه مستحکم انجام گرفته تا در زمان برخورد به زمین و نفوذ در خاک و یا بتن بدنه اون دچار آسیب نشه و بتونه که با مکانیزم درستی این انفجار رو انجام بده. نوع طراحی خاص این بمب در کنار روی پرتاب اون از بمب افکن ها باعث شده تا این بمب توان نفوذ در 60 متر خاک رو داشته باشه. این میزان از توان برای انهدام اهداف استراتژیک معمولی که در عمق حدود 50 متری از سطح زمین قرار دارن بسیار مناسبه، اما برای ضربه زدن به اهدافی که در عمقی بیش از 60 متر قرار دارن این بمب کافی نیست و توان تخریب گسترده روی هدف خودش نداره. این بمب به مدت طولانی در دور
دوران تست های خودش بوده و میزان توسعه بالایی هم داشته. به طور مثال این بمب بین سال های 2008 میلادی تا 2011 مرتبا مورد تست و ارزیابی قرار داشته و چندین و چند بار از بمب افکنهای سری B52 تست شده، اما به خاطر محدودیت هایی که پرتاب داره از جمله برد کم خودش، قرار بر این بوده که روی بمب افکن استراتژیک مثل B2 اسپریت هم تست بشه. لذا در سالهای 2014 تا 2016 این بمب در نسخه بهسازی شده روی بمب افکن استراتژیک B2 هم مورد تست و آزمایش قرار گرفت تا امکان بکارگیری اون روی یک بمب افکن رادارگریز دوربرد هم برای ارتش آمریکا به وجود بیاد. دلیل تست و بکارگیری این بمب روی بمب افکن‌های استراتژیکی مثل B2 اینه که هدف آمریکایی‌ها از ساخت این بمب ضربه زدن به تأسیسات راهبردی زیرزمینی در کشورهایی مثل چین، روسیه، کره شمالی و یا ایران. و بمب افکن B2 با توجه به میزان سطح مقطع راداری پایینی که داره، گزینه مناسب تری برای حمله این بمب محسوب میشه تا بمب افکن‌های استراتژیکی مثل B1 یا B52. شاید جالب باشه بدونید که این بمب هم به سادگی روی بمب افکن‌های سری B2 نصب نشده. در سال 2007 شرکت نورثروپ گرومن، سازنده بمب افکن‌های B2، در طی قراردادی رسمی با ارتش آمریکا برای ارتقای این بمب افکن‌ها وارد عمل شد و هر فروند رو با هزینه 2.5 میلیون دلار به سطح خواسته شده ارتقا داد. در این ارتقای انجام شده، دهلیزهای داخلی این بمب افکن به گونه ای تغییر کردند که هر بمب افکن توان حمل 2 تیر از این بمب ها رو داشته باشه. ارتش آمریکا از سال 2012 میلادی کار ارتقای این بمب رو شروع کرد تا به یک نمونه مدرنیزه تر شده برسه، تا بتونه در آیتم هایی مثل افزایش عمق نفوذ، افزایش مقاومت و اصلاح فیوز در برابر موانع سخت‌تر و مقاومت بیشتر در مقابل جنگ الکترونیک بهتر عمل کنه. کارایی خوب این بمب باعث شد تا مورد توسعه قرار بگیره و ارتش آمریکا به دنبال ساخت نمونه های جدیدتر و سبکتر از این بمب بره تا بتونه روی جنگنده های خودش هم از این دست مهمات نصب و پرتاب کنه. هرچند برخی از منابع خبری ذکر کردن که ارتش آمریکا به دنبال نصب یه پیشران کمکی سوخت جامد روی این بمب هستش تا بتونه برد اون رو افزایش بده. این بمب به خاطر برد کم و محدودیت حامل در احتیاج به رهاسازی بمب بر سر هدف، باعث میشه که حامل مجبوراً دست به پرواز عمقی در خاک کشور مقابل بزنه که در برابر یگانهای پدافندی کشورمون این کار بسیار کار سخت و تقریبا غیر ممکنی هستش. اما از طرف دیگه این بمب در برابر تأسیسات استراتژیک یگانهای مختلف کشورمون که در عمق زمین و زیر دل کوه‌ها ساخته شدن کارایی خاصی نمیتونه داشته باشه، چون که عمدتاً این تأسیسات در زیر کوه‌ها و عمقی قرار دارن که این بمب توان نفوذ در اونجا رو نداره. شاید برخی از دوستان بگن که این بمب میتونه درب این تأسیسات رو هدف قرار بده. در جواب باید بگیم که تأسیسات زیرزمینی کشورمون به چندین درب ضد انفجار مجهز هستند و به خاطر داشتن تونل‌های پیش در پیش، امکان کارایی این بمب بر علیه این تأسیسات باز هم کم و کمتر میشه و فقط توان تخریب درب اولیه برای اونها وجود داره. که باید گفت تخریب این درب آسیبی به تأسیسات زیرزمینی نمیزنه و با وجود ادوات بازیابی به راحتی میشه این درب تخریب شده و مسدود شده رو بازگشایی کرد. خب رفقای عزیز، به پایان این برنامه رسیدیم. امیدوارم که از این برنامه و مطالبی که براتون جمع‌آوری کردیم لذت برده باشید و خیلی ممنون که تا اینجای کار با ما همراه بودید. به رسم همیشگی منتظر نظرات، پیشنهادات و انتقادهای شما هستیم و تا برنامه بعدی همه شما خوبان رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.